خب بریم به جمهوری چک، جایی که 11مین دوره جشنواره فیلم ایرانی در پایتختش پراگ با موضوع مقاومت مدنی برگزار شد و از روز 27 دی ماه کار خودش را آغاز کرده بود و دیروز به پایان رسید. امسال هم مثل یک دهه گذشته این جشنواره برآیند نگاه فیلمسازان مستقلی بود که بعضی از اونها مثل سپیده فارسی در خارج از ایران به فیلمسازی ادامه میدن و بعضی دیگه مثل علی زرنگار آثارشون در ایران با سانسور مواجه میشه. این جشنواره هر سال با استقبال شهروندان جمهوری چک همراه میشه. در اینجا همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی، خبرنگار رادیو فردا که از پراگ همراه ماست. محمد، برامون اول میگی از حال و هوای امسال جشنواره. من سلام میکنم به تو مهتاب و به شنونده و بینندگانتون. عرض کنم خدمتت که جشنواره امسال همونطوری که گفتی، خب میشه گفت یک حال و هوای خاص‌تری رو داشت. دلیلش هم اینه که ما میریم تا در دهه دوم جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ با اسم جشنواره فیلم‌های ایرانی خداحافظی کنیم. یعنی این اعلامی بود که مسئولان جشنواره کردند و از این به بعد جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ احتمالاً در سال آینده با اسم تازه‌تری برگزار خواهد شد و دیگه عنوان ایران سی یا همون جشنواره فیلم‌های ایرانی رو نخواهد داشت. دلیلش هم اینه که ما امسال هم شاهد این بودیم که تنها سینمای ایران مورد نظر مسئولان جشنواره نبود، چرا که ما فیلمسازهای دیگری رو می‌دیدیم که از کشورهای همسایه ایران حضور داشتند. مثلا در این میون ما شاهد این بودیم که حتی فیلمی از فیلمسازی مانند ایلیاس سلیمان که فیلمساز فلسطینیه نمایش داده شد، یا مثلا از فیلمسازی که اهل باکوست نظرین آقامالیف مثلا فیلم وجود داشت. و در کنار اونها حتی در شما میدیدی که فیلمی از کشوری که شاید اصلا صاحب سینما به اون معنا هم نباشه، مثلا شما از تبت هم فیلم داشتید که این خودش نگاه خاص جشنواره رو نشون میداد که قطعا در سال آینده ما شاهد فیلمی از این دست بیشتر خواهیم بود. حالا محمد، درباره فیلم های ایرانی حاضر در جشنواره برامون بگو، کدوم فیلم ها بودن که بیشتر توجه مخاطبا رو جلب کردن و از چه فیلم سازانی؟ ببین، جشنواره امسال همونطوری که خودت هم اشاره کردی یک برایندی بود از نگاه فیلمسازان مستقل، فیلمسازانی که کار خودشون رو در بیرون از مرزهای ایران دارن دنبال میکنن، فیلمسازانی که در داخل هستن. و ما هر سال که گذشته، به ویژه از سال گذشته که شاهد اعتراضهای 1401 بودیم، اعتراضات گسترده، زبان جشنواره هم تغییر کرد. یعنی ما با یک جشنواره طرف بودیم که کم کم دیگه صدای سینمای رسمی رو درش نمیشنیدیم یا آرومتر شده بود. مثلا شاید بشه اشاره کرد، اگر بخوایم بگیم که تنها فیلمی که به نوعی از جریان سینمای رسمی که تونسته اکران بگیره در جشنواره امسال حضور داشت، فیلم آقای گلمکانی آهو بود که خود آقای گلمکانی هم که حضور پیدا کرد اشاره کرد، یعنی مورد انتقاد قرار داد نگاه جشنواره های خارج از ایران رو و به نوعی گفت که اینها نگاه سیاست زده دارند، فیلم هایی مثل فیلم های من یا امثال فیلم های مثلا به این شکل رو، به این سبک رو نمیپسندند و بیشتر به سمت سینمای معترض یا سینمای به گفته او مهاجم میل کردند. و در کنار حالا فیلم آهو، ما میدیدیم که همونطور که خودت هم باز نام بردی، علی زرنگار حضور داشت. به نظر من بهترین فیلم ایرانی که در جشنواره نمایش داده شد همین فیلم علی زرنگار بود. بله. تونست نظر بسیاری از مخاطبانش رو جلب کنه. سپیده فارسی حضور داشت از سینماگرانی که به هر حال میتونیم بگیم از سینماگران در تبعید هستند. و در کنار اون فیلم های دیگه هم بودن، همونطوری گفتم مثل مریم که فیلم مریم کشاورز که فیلمسازانی هستند که در خارج از ایران دارن کار خودشون دنبال میکنن. البته نظر آقای گلمکانی بسیار محترمه، ولی خب خیلی وقتا سیاست با سینما آمیخته میشه، حتی در سینمای جهان با توجه به شرایط ایران دور از انتظار نیست. اما محمد، سالهای پیش من در پراگ بودم و میرفتیم همیشه در جشنواره، میدیدیم که شهروندان جمهوری چک که خیلی هم هنر دوست هستن استقبال میکنن از فیلم های ایرانی. امسال برامون بگو که استقبالشون به چه صورت بود. ببین، استقبال امسال هم خوب بود. البته ببین، این جشنواره بالا و پایینای زیادی رو داشته. یعنی به نظرم میشه گفت که در هر دوره شکل مخاطبانی که با جشنواره روبرو شدن متفاوت بوده. امسال من در افتتاحیه
اون استقبالی رو که در سالهای گذشته می دیدیم رو ندیدم. دلیلش هم حالا مشخص نیست، میتونه خیلی از دلایل باشه. به هر حال ما الان یک شرایط خاصی رو داریم دنبال میکنیم در ارتباط با ایران، در ارتباط با خاورمیانه، و به هر حال نوع نگاه و رویکرد سیاسی که جمهوری چک هم داره میتونه مؤثر باشه در فاصله گرفتن یا استقبال کردن. اینها رو میشه همه رو در کنار هم دید و قرار داد به نظرم. ولی به طور کل در اختتامی اتفاقا استقبال خیلی خوب تری شد. اختتامیه جالبم بود به خاطر اینکه میدونیم که مدیر هنری این جشنواره کاوه دانشمنده. کاوه دانشمند اولین فیلم خودش رو که ساخته بود نمایش داد. فیلم خیلی استقبال ازش شد. اسمش هست سندروم تابستان بی پایان. ربطی به ایران نداره، اما داستان جمع جوری داره که یه مقداری هم حال و هوای فیلمای اصغر فرهادی رو شاید به ذهن متبادر کنه. اما فیلم موفقی بود که در جشنواره تالین هم برای اولین بار نمایش داده شده و در شب اختتامی هم استقبال خوبی ازش شد. محمد، در فاصله، در مدت کوتاهی که مونده از این برنامه، برامون بگو که چه فیلم‌های جایزه بردن. خب اینم یکی از نکات جالبیه که شاید برات بگم. یادته که ما همیشه شاهد بودیم که یک سری جوایز هم اهدا میشد. جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ تقریبا از چند سال پیش رفته رفته اهدای این جوایز رو متوقف کرد و دیگه ما شاهد این نبودیم که جوایزی داده بشه. اما یه چیزی رو فراموش نکنیم، مهتاب، خودت هم خیلی خوب میدونی که دقیقا از دوره سوم این جشنواره بود که خیلی این جشنواره گل کرد و تقریبا در اروپا شاید جز معدود جشنواره‌های محلیه که تونسته موفق باشه و به نوعی به پاتوق سینما دوستان هم تبدیل بشه و بسیاری از فیلمسازان جریان سینمای مستقل ایران هر سال بیان. امسال از پرویز دوایی هم تقدیر شد در حاشیه فیلم آهوی آقای گلمکانی و دیدار آقای گلمکانی و آقای دوایی هم اتفاق افتاد در این فیلم، که این فیلم هم به نوعی آقای گلمکانی میگه که ادای دین خواسته بکنه به نقش پرویز دوایی در سینما ایران به عنوان یک منتقد برجسته که در 5 دهه رو در جمهوری چک سفری کرده. و پرویز دوایی یکی از نویسنده های مورد علاقه هممون که 5 دهه از همونطوری که گفتی در پراگ زندگی میکنه. تشکر میکنم ازت همکارم محمد زرقامی در رادیو فردا.